به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. رئیس جمهور غنی به کاپیسا رفت. رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت بلندپایه صبح امروز به ولایت کاپیسا سفر کرد. با گزارش سپوتنیک ارگ ریاست جمهوری اعلان کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور صبح امروز چهارشنبه اجده سرطان در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت کاپیسا وارد شهر محمود راقی شد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور در جریان این سفر ضمن دیدار با مسئولان ملکی و نظامی ولایت کاپیسا با ساکنان این ولایت نیز دیدار و خواستها و پیشنهادات آنان را خواهد شنید. اشرف غنی هفته گذشته هم در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی با پل علم مرکز ولایت لوگر سفر کرده بود. بیست جنگجوی طالبان در ولسوالی خوگیانی ننگرهار کشته شدند. وزارت دفاع اعلان کرد که 20 جنگجوی طالبان در ضد حمله نیروهای دولتی در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار کشته شدند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع در پیام تویتری نوشت که این شمار از جنگجویان طالبان روز سه‌شنبه عبده سرطان هنگام کشته شدند که بر بازگاه های امنیتی ولسوالی خوگیانی حمله کردند. به نوشته او در ضد حمله نیروهای دولتی 20 جنگجوی طالبان به شمول یک فرمانده این گروه به نام سنگرمل کشته شدند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افزود که در این درگیری یک تعداد از جنگجویان طالبان نیز زخمی شده و مقدار مهمات و تجهیزات این گروه نیز به دست نیروهای دولتی افتاده است. آقای امان در مورد تلفات احتمالی نیروهای دولتی چیزی نگفته است. اخیراً حملات طالبان در آستانه آغاز مذاکرات بین الافغانی افزایش یافته است. همزمان خواسته های برای کاهش خشونت نیز مطرح می شود، اما طالبان همواره این خواسته ها را نادیده گرفته است. بحث روی طرح تنظیم اوقات کاری کارمندان دولتی و غیر دولتی بازگشایی مراکز آموزشی افغانستان. وزارت صحت عامه افغانستان از بحث روی طرح تنظیم اوقات کاری کارمندان دولتی و غیر دولتی بازگشایی مراکز آموزشی این کشور با نمایندگان وزارت تحصیلات عالی و چند وزارت دیگر خبر داد. با گزارش سپوتنیک، وزارت صحت عامه افغانستان امروز سه‌شنبه عبده سرطان 1399 نوشت کمیته اضطراری جلوگیری از گسترش ویروس کرونا امروز طرح بازگشایی مراکز آموزشی، مراکز ورزشی، تنظیم اوقات کاری کارمندان دولتی و غیر دولتی را طی نشست زیر رهبری دکتر احمد جواد عثمانی سرپرست و نامزادی وزیر صحت عامه و آقای محمد یعقوب حیدری والی کابل به بحث گرفتند. در ادامه این خبرنامه آمده است که در این نشست اعضای کمیته نظریات و پیشنهاداتشان را مبنی بر چگونگی بازگشایی مراکز آموزشی، مراکز ورزشی و تنظیم اوقات کاری کارمندان دولتی و خصوصی ارائه نمودند. همچنان در این نشست فیصله شد که طرح تنظیم اوقات کاری کارمندان دولتی و غیر دولتی در دو شفت در روزهای تاق و جفت، بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها به گونه تدریجی، مراکز ورزشی به گونه تدریجی با رعایت فاصله اجتماعی و حفظ الصحه به جلسه کابینه در هفته پیشرو مطرح می شود و روی آن تصمیم گرفته خواهد شد. این وزارت افزوده است که دکتر احمد جواد عثمانی ضمن تاکید بر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفاظت از جان مردم در برابر این ویروس گفت که وزارت صحت عامه یک ارزیابی را برای انداخته که در آن میزان معافیت شهروندان کشور را در برابر ویروس کرونا مشخص می کند که نتایج این ارزیابی تا دو هفته دیگر مشخص می شود. دکتر عثمانی تاکید نمود که در صورت بازگشایی مراکز آموزشی، مراکز ورزشی و هتل‌های عروسی باید فاصله اجتماعی و حفظ الصحه از سوی مسئولان مردم در نظر گرفته شود. یادآوری می‌کنیم که
تا اکنون بیش از 33,000 بیمار کرونا در افغانستان شناسایی شده و دانشگاه ها و مکاتب ها این کشور از آغاز سال نو خورشیدی تا کنون رخصت می باشد. طالبان امریکا را مسئول عدم آزادی زندانیان خود دانست. طالبان با مسئول دانستن امریکا درباره عدم آزادی زندانیان این گروه اعلام کرد که واشنگتن باید برای تعهداتش پابند باشد و از ایجاد موانع در روند صلح توسط دیگران نیز جلوگیری کند. با گزارش سپوتنیک پس از اعلان موضوع دولت افغانستان مبنی بر عدم آزادی 600 زندانی طالبان به دلیل مسائل امنیتی و حقوقی طالبان تأکید کرد که این اقدام مذاکرات بین الافغانی را نیز با تأخیر مواجه می سازد. گروه طالبان با انتشار بیانیه در وبسایت رسمی این گروه مدعی شد که دولت افغانستان دشمن صلح است و امریکا باید به تعهداتش عمل کند و به دیگران نیز اجازه ندهد که در راستای عملی شدن توافقنامه قطر ایجاد مانع کند. طالبان مسئول دانستن امریکا در عدم آزادی زندانیان این گروه گفت بهانه‌جویی که کابل در برابر آزادی زندانیان می کند، امریکا نیز نمی تواند از مسئولیت آن شانه خالی کند، زیرا رژیم کابل توسط امریکا با وجود آمده تربیت و تغذیه شده و هم اکنون نیز به کمک های نظامی سیاسی و اقتصادی امریکا اتکا دارد. بیانیه می افزاید که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دیگر مقامات دولتی برقراری صلح را به نفع خود نمی دانند، زیرا در صورت پایان اشغال دولت جدید تشکیل خواهد شد. طالبان همچنین تصریح کرد که امریکا بر اساس توافقنامه امضا شده با این گروه باید هر چه زودتر تمام 5,000 زندانی را آزاد کند تا گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود و افغانها موفق به تشکیل یک دولت اسلامی شوند. دولت افغانستان اخیراً اعلان کرد که از مجموعه 5,000 نفر از زندانیان طالبان 597 نفر از آنها را آزاد نخواهد کرد، زیرا این اعضا به دلیل جرایم جنایی و اخلاقی زندانی شدند و بر اساس قانون امکان آزادی آنها وجود ندارد. یک منبع دولتی نیز درباره جزئیات چرایی عدم آزادی این زندانیان گفت 250 نفر از این زندانیان در فهرست سیاه امریکا هستند، 155 نفر دیگر جنگجویان پاکستانی می باشند که در درگیری رو در رو با نیروهای افغان دستگیر شدند و بقیه نیز در فهرست سیاه امنیت ملی افغانستان قرار دارند. وزیر دفاع امریکا از مهار موفقیت آمیز روسیه سخن گفت. وزیر دفاع ایالات متحده از مهار موفقیت آمیز روسیه در یک سال نخست وزارت خود خبر داد. با گزارش سپوتنیک، مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده در ویدیویی که به مناسبت سالگرد انتصاب خود در پست وزارت دفاع که در وبسایت پنتاگون منتشر شده است گفت طی یک سال گذشته وزارت دفاع اقدامات نهایی تهاجمی انجام شده توسط کشورهای سرکش مانند کره شمالی و ایران و همچنین رقبای نزدیک به آنها یعنی روسیه و چین را مهار کرده است. وی به عنوان نمونه از موفقیت های دیگر پنتاگون عملیات های ضد تروریسم که منجر به از بین بردن ده ها تن از تروریست های اصلی از میدان نبرد، حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت در آبهای مورد مناقشه در خلیج فارس و دریای چین جنوبی شد را یادآوری نموده است. این در حالی است که پیش از این وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در بیانیه از تهمات علیه روسیه در خصوص همدستی با طالبان برای کشتن نظامیان امریکایی در افغانستان اظهار بیخبری نمود. وی در بیانیه که ضمیمه این پیام کرد افزود در حال حاضر وزارت دفاع امریکا شواهد تایید شده ای ندارد که با اتکا به آنها اتهامات اخیر مبنی بر اقدامات
بدخواهانه پرسنل روس علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان را تایید کند. دوستان عزیز، این بود ویدیوی ما. تا ویدیوی بعدی، الله حافظ و نگهدارتان.